كم تجلي برحم ذلي يا إلهي غير كمالي ساحل آرام بسم الله الرحمن الرحیم. دعایی که در این برنامه به معرفیش میپردازیم دعایی بسیار مهم و پر محتوا و پر مغزی است، دعای عهد هست. دعای عهد همون جوری که اسمش هم از اسمش برمیاد تجدید عهد کردن است. این دعا توصیه شده هر روز صبح خونده بشه، یعنی این سرود منتظران است، این سرود صبحگاهی منتظران امام زمان علیه السلام است. اینکه هر روز صبح بعد از نماز صبح منتظر برنامه‌اش رو با یاد امام زمان آغاز کنه و مرور اجمالی بر محتوای این دعا میشه گفتش که این دعا فقط دعا نیست، منشور انتظار است. این منشور انتظار وقتی وارد میشیم تو عباراتش معلوم میشه یعنی چه. ابتدا سندش رو عرض بکنم. روایتی هست از امام صادق علیه السلام که فرمودن هر کسی این دعا رو 40 صبح مرتب بخواند او از یاوران قائم ماست. و در جای دیگری داره که حضرت فرمودن اگر از دنیا برود و به این منشور عمل کرده باشد و موفق به درک ظهور نشده باشد، روز ظهور و روز موعود به اذن خدا بر می گردد و در رکاب امام زمان قرار می گیرد. خاصیت این دعا اینه. با توجه به اینکه طولانی نیست، دعا 1 صفحه عقمان خورده است، 2 صفحه است تقریبا، ولی بسیار فرازهای عجیبی داره. نقل میکنن که وقتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه منتقل شدن بیمارستان، مفاتیح خواستن، مفاتیحشون که بردیم دیدیم علامتی که گذاشتن رو دعای عهد است. از یکی از نزدیکانشون نقل شده که در اون روزهای آخر به من توصیه فرمودن که صبح ها سعی کنین دعا رو بخوانی، این دعا در سرنوشت ما دخالت دارد. تأثیر دعا این گونه است و این روایت امام صادق علیه السلام نشان می‌دهد که اگر کسی با شرایطش و آن گونه ای که باید انتظار می‌رود در زمان غیبت بتواند وظایفش رو خوب انجام بدهد، این استبعادی ندارد. خیلی تعجب نباید بکنیم به این که بعد از ظهور برگردد. اون بس کسانی که اشتیاق دارن حضرت رو زیارت کنند و روز موعود رو ببینند، خودشون رو ملزم کنن نه 40 روز، طول عمرشون صبح ها بعد از نماز صبح این دعای عهد رو بخونن. این که من عرض کردم منشور انتظاره، دقیقا به این دلیل که فقط لفظ نیست. لفظ اینه که فقط بخوانیم، 40 روز نه، 400 سال بخوانیم، اما بدون توجه به آنچه که از ما خواستند اگر بخوانیم تأثیری نداره. که ما در زمان غیبت به عنوان امت منتظر وظائفی برامون تعریف شده. این گونه نیست که رها شده باشیم. مگه خود حضرت نفرمودن در اون توقیع شریفشون که ما شما رو انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، فکر نکنید شما رو فراموش کردیم، از یاد ما نرفتید، ما شما رو رصد میکنیم، زیر دید مایید. اگر شما رو ما رصد نمیکردیم و از چشممون انداخته بودیم، گرگان بیابون شما رو میدریدند. شما حواسمون به شما هست. پس بنابراین این ارتباط چگونه باید برقرار بشود؟ این ارتباط میدانی است، یعنی از ما انتظار دارند، برای ما تکلیف مقرر شده. منتظر باید زمین ساز روز موعود باشد،
منتظر باید یک اقداماتی رو بکند که از انتظار بیرون بیاد. وقتی ما مهمانی دعوت میکنیم یه مقدماتی رو فراهم میکنیم تا مهمان برسه. اگر منتظریم بر امام زمان، بله دعا برای فرج باید بکنیم، اما فقط دعای برای فرج نیست، این دعا باید میدانی ظهور و بروز داشته باشد. ما آماده درک محضر امام بشیم، ما باید آماده پذیرش حکومت مهدوی بشیم. این کار میطلبه، این تلاش میطلبه، این بصیرت میطلبه، این دشمن شناسی میطلبه، این جبهه را تعریف کردن و در جبهه حق قرار گرفتن میطلبه، این نسبت به دشمن حساسیت داشتن میطلبه. فقط دعا خواندن، فقط اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن خواندن نیست. او خیلی با فضیلته، او خیلی ثواب داره، اما او انسان رو راه میندازه. بعدش چی؟ تو برای تحقق حکومت مهدوی چه کردی؟ اصلا اگر حضرت تشریف بیارند و این سؤال رو از بنده بکنند و از تک تک ما بکنند که برای آمدن ما برای استقرار حکومت مهدوی شما چه کردین؟ شهدا سرمایه گذاری کردن، خونشون رو دادن، خانواده شهدا بچه هاشون رو دادن، مدافعین حرم مرزهای خاکی و جغرافیایی رو شکافتن، رفتن از حریم دین دفاع کردن، شما چه کردین؟ در منشور انتظار و در دعای عهد مشخص میکنن که ما هم باید کاری بکنیم. نشستن فقط نیست، فقط بعد از هر نماز دعا کردن نیست، اون توصیه خود حضرته، همون زیاد دعا کنید برای فرج ما، که فرج شما هم در همین است که اگر حضرتش تشریف بیاورند همه عالم به یک فرجی نسبی میرسند، هر کسی به استعداد خودش. دیگه کینه ها از بین میره، دیگه دشمنی ها از بین میره، دیگه جبهه استکبار فرو میپاشه، دیگه هیچ ابر قدرت باطلی اجازه عرض اندام نداره. روز ظهور روز پرفیضی است، روز جلوه عظمت خود خداست. روز استقرار و حکومت مهدوی یعنی ماهیت دین ظهور و بروز پیدا میکند و ما باید با از طریق این دعا تکالیفمون رو بدونیم و به اندازه‌ای که تمایل و اشتیاق ظهور داریم باید تمرین بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برترین عبادت دعا کردن است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم